هشدار طالبان به ترکیه. به نام خدا و با عرض سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و این چینل را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. به نقل از صفحه رسمی 8 صبح، هشدار طالبان به ترکیه: اگر به اشغال ادامه دهید در برابرتان می ایستیم. گروه طالبان با نشر اعلامیه مخالفت خود را با حضور نیروهای ترکیه در افغانستان اعلام کرده است. در اعلامیه طالبان که روز سه‌شنبه 22 سرطان نشر شده، گفته شده است که مقامات ترکیه به خواست و توافق آمریکا تصمیم گرفته‌اند که نیروهایش را در افغانستان حفظ کنند. طالبان در این اعلامیه حضور ترکیه در افغانستان را دوام اشغال خوانده‌اند. این گروه می‌گوید که افغانستان و ترکیه روابط مذهبی، تاریخی و فرهنگی دارند. حضور نظامی این کشور احساس دشمنی و نفرت بین دو ملت را برمی انگیزد. گروه طالبان هشدار داده است که حضور نیروی هر کشور تحت هر نام در افغانستان اشغال است و در برابر آن می ایستند. در اعلامیه طالبان به ترکیه هشدار داده شده است که اگر در تصمیم خود تجدید نظر نکند، چنان که در برابر نیروهای خارجی جنگیده اند، در برابر ترک ها نیز می رزمند. طالبان از ترکیه خواسته اند که از این فیصلت دست بردارند که به نفع ترکیه و افغانستان نیست. این گروه افزوده است که بیش از این ترکیه تعهد کرد که خلاف رضایت طالبان تصمیم نمیگیرد. اما به این تعهد عمل نکرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بیشتر گفته بود که در مورد حضور این کشور در افغانستان تصمیم گرفته شده است. او در 18 سرطان پس از ادای نماز جمعه در مسجد ترکیه اعلام کرد که هیئت‌های ترکیه و آمریکا در مورد چگونگی مسئولیت آینده ترکیه در افغانستان تصمیم گیری کرده اند. جزئیات بیشتر در مورد نحوه ماموریت نیروهای ترکیه در افغانستان وجود ندارد، اما مسئولیت تامین میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به ترکیه سپرده می شود. در عین حال، ادامه حضور نظامی ترکیه در افغانستان، ترک ها چی می گویند؟ در این اواخر بیشتر از هر زمان دیگری، افغانستان در محور بحث رسانه ها و مراکز تحقیقاتی و اکادمیک ترکیه قرار گرفته است. ترک ها از سالهای دراز به این سو به افغانستان به عنوان یک کشور دوست و مسلمان با اشتراکات فرهنگی نگاه می کنند و در طویل تاریخ روابط خوب و دوستانه با این کشور داشته اند. پس از مطرح شدن ادامه حضور نظامی ترکیه، مسئله افغانستان در سیاست این کشور بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در افغانستان تعداد فکر می کنند که ترکیه در این کشور در پی منافع خود است و این منافع را بیشتر با داشتن روابط با اقوام و گروه ها حفظ می کند. اما در عمل ترکیه ثابت کرده است که سیاستش در قبال افغانستان بر اساس حفظ بی‌طرفی و کمک‌های انسانی و عمرانی بنا یافته است. در زمانی که برخی کشورهای همسایه و منطقه روی داشتن روابط نزدیک با طالبان با هم رقابت و فرش قرمز زیر پای رهبران این گروه پهن می کنند، ترکیه در تلاش ایفای نقش مثبت در تامین ثبات افغانستان است.
روابط ترکیه با افغانستان در طول تاریخ روابط دولت با دولت بوده است. بنابر همین اصل امروز جمهوری ترکیه تلاش می کند با هماهنگی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، آمریکا و سایر اعضای ناتو در تامین امنیت میدان هوایی کابل نقش ایفا کند. حضور ترکیه در افغانستان برای ترک ها یک مسئولیت سنگین است. روی همین لحاظ آنها روی موضوع حضور نظامی دیدگاه های متفاوت و متضاد دارند. برخی معتقدند که ترکیه در سوریه، لیبیا و عراق حضور نظامی دارد و مصروف درگیری با گروه های تروریستی است. بنابراین ادامه حضور این کشور در افغانستان معقول و منطقی نیست. در مقابل تعدادی از طرفداران حزب حاکم عدالت و توصیه بر رهبری رجب طیب اردوغان بدون چون و چرا طرفدار حضور نظامی ترکیه در کشورهای مختلف از جمله در افغانستان هستند. این در حالی هست که حزب جمهوری خواه مخالف جدی حضور نظامی ترکیه در کشورهای بیرونی هست و طور عموم در افکار عمومی و جامعه اکادمیک ترکیه در روابط با ادامه حضور نظامی این کشور در افغانستان سه دیدگاه مختلف وجود دارد. یک، طرفداران رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توصیه با حضور ترکیه در کشورهای مختلف موافق هستند. آنها معتقدند پس از آنکه ترکیه حضور نظامی خود را در نقاط مختلف از جمله آفریقا، خاورمیانه، بالکان و گسترش داد، جایگاه قوی در سیاست جهانی پیدا کرد و باور آنان با حضور نظامی سرمایه گذاری ترکیه در این کشورها بیشتر شد و این سرمایه گذاری بر تقسیم عادلانه منافع میان ترکیه و این کشورها استوار هست. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوهای دیگر الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.